پرشر ریلیف والو یا کلا ریلیف والو یا بیاین اصلا فارسیشو بگیم شیرهای کنترل فشار توی هر سیستم هیدرولیکی استفاده میشه. اما این بار میخوام یه مدل جدیدشو بهت معرفی کنم. سلام، من یاسین نجفی هم، خیلی خوش اومدی به استودیو کمپانی یاین. این بار قراره یک مقداری بیشتر با یه قطعه خاص و بی‌نهایت جالب تو سیستم‌های هیدرولیک آشنا بشی. پس خوشحالم می‌کنی قدم اول برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنی و کانالم سابسکرایب کنی. به طور کلی شیرهای فشار شکن توی سیستم‌های هیدرولیک وقتی بیاد تقریبا میشه گفتش که یه پمپ هم داریم، یعنی پمپ هیدرولیک توی سیستممون هست. خب طبق توضیحاتی که تا همین الان دادم توی هر سیستم هیدرولیکی یه دونه فشار شکن پیدا میشه. ماشاءالله اینقدر مدلش پروپیمونه، قطعا یه مدلشو استفاده میتونیم بکنیم. به عنوان مثال زیر شیریای فشار شکن دار میاد کجا قرار میگیره؟ روی یه شیر کنترل دایرکشنال کنترل والو، کلا داش یادم میرفت، زیر این شیر کنترل جهت قرار میگیره و زمانی که پمپ میاد فشار رو تنظیم میکنه، نمیذاره به طور کلی فشار زیادی به پمپ هیدرولیک ما، حالا هر مدلی که باشه، وارد بشه. چرا؟ چون اگه فشار بره بالا احتمالاً یا الکتروموتور یا همین پمپای هیدرولیک دوست داشتنی ما از بین میره. برای این باید چیکار کنیم؟ یه دونه فشار شکن، من بهش میگم شیر فدا کننده، چون خودشو واقعا فدا میکنه که پمپ ما آسیب نبینه. واقعا چقدر احساسی. حالا کارش چیه؟ به چه صورت کار میکنه؟ ببین اکثرشون چه این زیر شیریای فشار شکن دار، چه از این فلکه دستی ها یا برقی بلوکی هایی که الان میخوام بهتون بگم، همشون یه فنر دارن. زمانی که این فنر حالا یا به صورت دستی یا به صورت برقی تنظیم شه، فشار اضافی رو چطوری کم میکنه؟ حجم روغن یا دبی روغن اضافی رو برمیگردونه به مخزن. اینطوری فشار از روی پمپ تقریبا 50-50 یا 70-30 70-40 وارد میشه به پمپ و فشار شکنمون. پس پمپه یه نفسی هم اینجا میکشه. یه ویدیو گرفتیم، یه نقشه هیدرولیک رو توضیح دادیم، لینکشو میذارم اینجا، حتما برید ببینید. شیرای بیبار کننده رو اونجا یه گوشه‌ای بهش زدم که چی کار میکنه، نقشش چیه توی سیستمای دو پمپه هیدرولیک یا پمپای دوبل میاد استفاده میشه و چه زمان کار میکنه. نقشش رو الان میخوام همین الان به توضیح بدم. این شیرا به طور کلی تشکیل شده از یک بدنه یا همون فنری که گفتم، یه بدنه فولادی شکلی درونشون فنر قرار داره و قسمت بالایش هم یه شیره یک کله کنترل جهت قرار داره. ترکیب اینا با هم میشه فشار شکن برقی بلوکی. کلا شه و اینا رو دیگه نباید بگم. این فشار شکن های برقی بلوکی برای ما بین همون مسیر قرار میگیره، تقریبا در کنار اینا یه شیر اطمینانم هست، یه فشار شکن ساده هم هست. این فشار شکن خیلی خاصه، اصلا جیگولیه بخوام بهتون بگم. رخ کارش هم که دیدید. ببینید چطوری کار میکنه. زمانی که پمپ ما تو حالت بیبار باشه، ما یه سیستمی داریم، مثلا جکمون جک یه طرفه گذاشتیم، موقع رفت احتیاج داری که فلفل 1-2-3 بیاد بیرون، استفاده میکنیم از این فشار شکن ها. میگه خب چه کاریه، چه فشار شکنیه که هیچ کاری نکنه؟ درسته. خب ببینید اگه فشار شکن دستی سر راهمون بذاریم، سر راه خودمون که نه، سر راه سیستممون بذاریم، چه اتفاقی میفته؟ ببین وقتی فشارش رو تنظیم کنی، شما بالا بری پایین بیا، یه حجمی از روغن داره میگیره، اینطوری فشار کم میکنه دیگه، درسته؟ این فشاره که کم میشه، یعنی به پمپمون فشاری به اون صورت نمیاد، روی سرعت عملگرمون تأثیر داره. خب ما همه جا نمیخوایم که این سرعت کم باشه، یه جا میخوایم رفت یا یک تیکه ای از رفت، یعنی چند سانت کوتاه از عملگرمون، به عنوان مثال جک هیدرولیکمون با یه سرعت خیلی زیاد که نمیشه گفت هیدرولیک کلن خسته است، سیستم قوی ولی خسته ایه، با یه سرعت مطلوبی بره بالا، درسته؟ باید استفاده کنیم از اینا. چرا؟ چون حالت لوله عمل میکنه و تو حالت صفر، یعنی واقعا فشار صفر، عملگرمون میاد پایین. پس نه به سرعتش لطمه خورده، نه فشار زیادی رو متحمل شده. اما حالا کارش چیه؟ یه پیچ داره پایینش و قسمت بالایش هم که شیره. پیچ پایینش حالا با توجه به فشار شکنی که ما داریم، به عنوان مثال مثلا 350 بار بهش گفتیم چی؟ پرشر ریلیف والو.
یعنی فشارم برای ما تو اولویت قرار داره. حالا فشارش رو تنظیم میکنیم، ماکسیمومش 350 باشه، روی 120-150 به عنوان مثال تنظیم میکنیم. هر زمان که فشار به این رسید با استفاده از بوبین یا سولنوید ولوی که بالای همین فنرمون داریم فرمان میده و الان فشار برگشتی که دیگه مهم فشاره برامون، مهم سرعت نیست، اینجا درگیر میشه و میشه گفت میاد اینجا به کمک اون فشار شکنی که توی سیستممون داریم، اون جدا برای خودش گوشه افتاده. این فشار شکنی که ما توی سیستممون داریم بهش میگن بیبار کننده، چون پمپ اصلیمونو معمولا توی سیستمایی استفاده میشه که دو تا پمپ داره، پمپ اصلیمونو از یک فشار زیاد که در نهایت باعث سرعت کم میشه میگیره. پس عملا دو تا سیستم هیدرولیکو توی یک مدار ما داریم، دو تا پمپ، دو تا فشار شکنمون، یه مدل فشار شکنمون از این جدیدای میبندیم که برای ما چیکار میکنه؟ برای ما میاد اون فشار اضافی رو میگیره و عملگرمون با سرعت خیلی مطلوب میاد بیرون و فشاری هم نیستش که آسیب بزنه چه به عملگرمون چه به پمپمون، چون اون سیستم اولیه فشار رو برای ما گرفته. اجزای اصلی تشکیل دهندهش گفتم یه بدنه فولادی شکل یا آهنی شکل که معمولا بیشتر فولادی استفاده میشه، که داخلش یک فنر یا اسپرینگ استفاده شده که قسمت بالایش یه پیچ داره که این فنرمون هرچی جمع‌تر بشه مشخصاً میاد در حالت فشار بالایی قرار میگیره. این تا اینجا میشه یه فشار شکن دستی خیلی معمولی که داریم، درسته؟ میاد و بالاش یه دونه شیر کنترل جدید یک کله داریم، یعنی ضرب در موازی، ولی فرمونش هم متفاوته. زمانی که فرمان بده این اتفاق برای این فنر ما میفته، یعنی تنظیم میشه، هر زمان که برق بیاد اینطوری فشار شکنمون اومدیم وصل کردیم به دستبندی شیرای کنترل جهتمون، از راه دورم این برقی‌ها رو بتونیم کنترلش کنیم. خیلی مکانیزم جالبی دارم اونطوری که توضیح دادم. میگم اگه میخواید روی مدارم ببینید این ویدیویی که لینکش رو اول صحبتام گذاشتیم، حتما برید ببینید بعد این ویدیو. این فشار شکنای برقی بلوکی یا شیرای بیبار کننده خوراک سیستماییه که بخوایم دو تا پمپ نصب کنیم میشه جدا هم باشه، ولی اینجا مناسب تره و زمانی که از اینا تو سیستممون بهره ببریم موقعشه که سرعت جکمون یه جا بخوایم بالاتر از حد مطلوبش باشه، چون فشار شکن تو هر حالتی وقتی تنظیم بشه روی سرعت عملگرمون تأثیر میذاره. یه کلکی باید بزنیم از یه قطعه دیگه استفاده کنیم که بهش میگن شیرای بیبار کننده. همین، خیلی شاید پیچیده بود ولی خوب اگه به ویدیو دقت کنی متوجه میشی. به نظر تو این فشار شکنای برقی بلوکی فرقشون با کانتر بالانسا چیه؟ حالا یکم سوال پیچیده تر شد. چیزی میدونی راجع به کانتر بالانسا کلن؟ اگه میدونی کامنت بذار، اگرم دوست داری مقایسه شونه یه ویدیو جذاب بذارم که کدومشون بهتره، کدومش برای چه سیستمی مناسبه، حتما کامنت بذار. کامنتای خوبی ازتون بگیرم، یه ویدیو هم راجع به اونا میسازم. دمتون گرم به خاطر حمایتاتون، مرسی که همیشه همراه ما هستید و خدا نگهدارتون.